و سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم. دیوان عالی امریکا روز جمعه 3 تیر ماه پس از حدود نیم قرن حکمی میده مبنی بر رسمیت شناختن حق زنان در قانون اساسی برای سخت جنین رو لغو میکنه که با اعتراضات وسیع در سطح امریکا و همچنین در کشورهای مختلف نسبت به این مسئله روبرو میشه. با لغو این حکم، قدرت تصمیم گیری پس از هفته 15 به ایالت ها واگذار میشه و واتیکان از این تصمیم دیوان عالی امریکا قدردانی میکنه و همچنین این تصمیم بوده که محافظه‌کاران در امریکا برای و مذهبیون برای مدت زیادی برای این مسئله مبارزه میکرد. بگذاریم که در ایران نیز قانون مجازات اسلامی سخت جنین رو جرم تلقی نمی کنه و حدود 13% از مرگ سالانه مادران به سخت جنین ناامن مربوطه. در برنامه امروز ما با آذر ماجدی که از چهره‌های سرشناس جنبش زنان خواهیم بود و نظر آذر رو به وسیلت به این مسئله جویا میشیم. آذر عزیز، با سلام به شما و با تشکر از این که به ما وقت دادیم تا در برنامه امروز ما با شما باشیم. خیلی ممنون، روز شما و تمام بینندگان عزیز خوش. آذر عزیز، شما وقتی که این خبر رو شنیدین احساستون چی بود؟ بگذاریم که حتی صدای جورج جو بایدن هم راجع به این مسئله در آمده بوده و از این به عنوان یک تصمیم سیاه نام برده. بفرمایید. راستش من انتظار داشتم، به همین خاطر تعجب نکردم. چند هفته پیش بود که خبری درس پیدا کرد که دارن راجع به این حرف میزنن و یه پیشنویسی نوشته شده. همون موقع آمریکا اعتراضات وسیع انجام گرفت و در نتیجه انتظارش میرفت. این قانون همونطور که شما گفتین 50 سال پیش تصویب شد و از همون اول یه قانون بحث برانگیز بود و مدام موضوع دعوا جدال. رئیس جمهورهای از حزب دموکرات به طور نمونه خیلی مشخص اوباما قبل از ترامپ و بایدن هر دو قول داده بودند که این رو تبدیل بکنن، بیارن توی قانون اساسی که دیگه نتونن لغوش بکنن، ولی هیچ کدوم این کار رو نکردن. وقتی اومدن سر کار گفتن الان دیگه جز اولویت‌های ما نیست. این بعضی ها بر این نظرن که این ریاست جمهورها مخصوصا این کار رو نکردن برای اینکه این یک در واقع موضوعی هست که میتونن سعی کنن یه بخشی از جامعه رو همیشه در کنار خودشون نگه دارن و غیر و ذالک. حالا من وارد اون بحث نمیشم. همونطور که شما اشاره کردید، این برمیگرده به نفوذ مذهبی ها، به خصوص کلیسای اوانجلیک که تو این به خصوص 2 دهه اخیر هر روز نفوذش بیشتر میشه. این رو من همونطور که گفتم انتظار داشتم که اتفاق بیفته و قبل از اینکه این قانون لغو بشه چند ایالت دیگه آمریکا سخت جنین رو بسیار بسیار مشکل کرده بودن. الان من اسم ایالت ها یادم نمیاد ولی فکر میکنم یه چیزی حدود 24 ایالت هست که فلحال قوانین ایالتیشون برای سخت جنین بسیار سخته. آخرین طوری بود که دیگه اگر کسی میخواست سخت بکنه، زنی میخواست سخت کنه، عملا باید میرفت به ایالت دیگه. منتها فکر میکنم 26 ایالت آمریکا هستن که هنوز این قانون توش آزاده و این تغییر فعلا تغییری نمیده تو بعض اونها. اینها کسایی هستن که مجلس ایالتیشون و فرمانده دموکرات هست و بعضی از دموکرات ها هم ضد سخت جنینن. اینها اونایی هستن که طرفدار سخت جنینن. در نتیجه یه مقداری پیچیده تر میشه ولی اون ایالت ها کماکان حفظ میکنن. ایالت های دیگه هم بعضیشون فلحال اینقدر سخت کرده بودن که عملا برای خیلی از زنها امکان پذیر نبود سخت جنین. خب در ارتباط با این تصمیم، چه بخشی از زنان تو امریکا صدمه میبینن؟ ببینید، سخت جنین یکی از همونطور که شما در ابتدا اشاره کردین یکی از اون مسائلی هست که هر سال تعداد زیادی میلیون ها نفر زن تو دنیا. من یه مقاله نوشتم سخت جنین اجبار یا اختیار، تمام این آمارها رو اونجا دارم ولی الان متاسفانه تو ذهنم ندارم. هر سال
این بیش از 1 میلیون زن تو دنیا به خاطر سخت جنین ناامن و غیرقانونی کشته میشن. تعداد زیادی زن به طور دائم نازایی پیدا میکنن یا به معلولیت هایی دچار میشن، جراحت هایی پیدا میکنن که تمام عمر باهاشون باقی میمونه. سخت جنین غیرقانونی یکی از ابزارهای کشدار زناست الان توی دنیا و قطعا تو آمریکا این ارقام میره بالاتر. همین الانش هم تو بعضی جاها مجبورن غیرقانونی برن انجام بدن و الان خیلی هم شدیدتر میشه و این بیشتر میره به زنان فقیر، به زنان زحمتکش، زنایی که پول دارن راهشو پیدا میکنن، ولی زنایی که فقیرن اینها هستن جز اولین دسته از زنانی که عملا جونشون رو به خطر میندازن. در سال تعداد زیادی بچه هست که مادراشون رو به خاطر سخت جنین از دست میدن، مادرایی که بعد از چند تا بچه دیگه عملا امکان بچه دیگر رو ندارن، وضع مالیشون خرابه. عمدتا برمیگرده به زنای طبقه کارگر، به زنای زحمتکش و فقیر، اونهایی که از سخت جنین غیرقانونی میمیرن و دیگه نمیتونن، به سخت جنین غیرقانونی دست میزنن و کشته میشن و بچه هایی هستن که مادرشون از دست میدن. این یه وضعیت تراژیک ناگوار هست که باعث کشته شدن و معلولیت صدها هزار زن هر سال تو دنیا میشه. خب آذر عزیز، ممنوعیت سخت جنین چه تأثیری تو افق سیاسی تو امریکا خواهد گذاشت؟ راستش حزب دموکرات حتما تلاش خواهد کرد که از این مسئله استفاده بکنه، ولی من فکر میکنم دیگه هنوز رنگی نداره. اوباما میتونست این کار رو بکنه، نکرد. بایدن میتونست بکنه، نکرد. پلوسی اومد، رئیس کنگره اومد گفتش همین چند وقت پیش که ما نباید حالا سخت جنین رو خیلی بزرگش بکنیم، مسائل دیگه ای وجود داره. همین اخیراً دو تا کاندید بودن برای کنگره آمریکا، تو میگم اسامی ایالت‌ها یادم میره تو، و اینها یکیشون طرفدار این قانون سخت جنین بود، یکیش مخالف سخت جنین بود و دست راستی بود. تمام بخش حاکم حزب دموکرات، اونایی که کار به دست حزب دموکراتن، از اونی که دست راستی بود و مخالف سخت جنین بود حمایت کردن، برای اینکه اون یکی یه مقداری چپتر بود و این چپتر بودنش فقط در مورد سخت جنین نبود، در مورد مسائل اقتصادی هم بود، مثلا مسئله مدیکر که برمیگرده به مردم کم درآمد و غیر و ذالک، از اون خواستام دفاع میکرد. پلوسی و تمام این دار دسته بالای حزب دموکرات از اون دست راستی دفاع کردن. درنچه من فکر نمی کنم راستش یه هنای حزب دموکرات به اون شکل رنگ داشته باشه برای مردم. یه مقدار زیادی دیگه توهمشون ریخته به این حزب و همین الان میگن که فرضاً خود بایدن به شدت غیر محبوبه، یه چیزی بیشتر از 50% مردم بهش اعتماد ندارن یا قبولش ندارن. من فکر میکنم که این وضعیت شاید یه تأثیر خیلی ناچیزی داشته باشه به نفع حزب دموکرات توی انتخابات آتی. خب اگه اجازه بدین در ارتباط با برخوردی که به سخت جنین صورت میگیره صحبت بکنیم. یه برخورد مذهب، کلیسا و محافظه‌کارانه که از حق حیات صحبت میکنن و مطرح میکنن که این در واقع حیات جنین هم هست و تصمیمی که در ارتباط با سخت جنین گرفته میشه از اون به عنوان یک جنایت نام میبرن و اون رو محکوم میکنن. نظرتون در ارتباط با نظر محافظه‌کاران و مذهب راجع به مسئله سخت جنین رو بفرمایید؟ من خودم نظر خودم رو در مورد سخت جنین دارم که بعداً اگر شد راجبش بحث میکنیم، ولی در اینها حق حیات پوچه، مسخره است. کیا دارن از حق حیات دفاع میکنن؟ درست همون موقعی که قانون همین شورای عالی سخت جنین رو ممنوع کرد، امکان استفاده از اسلحه رو آزادتر کرد. کی؟ بعد از اینکه توی تکساس بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، یه جوان 18 ساله که مشکل بیماری روانی داشته رفته بود اسلحه خیلی ماشینگان و اینا خریده بود و فکر میکنم 18 تا بچه 7-8 ساله رو توی دبستان کشت و مدام توی مدارس داره کشته میشه مدام. این و این یه نمونه شه مسئله اسلحه. نمونه دیگه، تعداد زیادی بچه از گرسنگی کشته میشن، وضعیت فقر وحشتناکی که وجود داره. جو کالینگ کمدین آمریکایی بود که
جان سپورت خیلی جالب بود، میگفت آره حق حیات تا زمانی که توی رحمه، بعد که میاد بیرون دیگه به حال خودش، دیگه بچه‌ای که به دنیا آمده یه روزش هم هست کشته بشه مهم نیست، از گرسنگی بمیره، از خشونت بمیره، از وضعیت نابسامان بمیره، اینا هیچ کدوم مهم نیست. اینا کسایی هستن که میرن توی تمام دنیا، بچه همینطور دست و بالشون زیر بمباشون، زیر اسلحه‌هاشون کشته میشن. تو عراق فقط 1,000,000 بچه تو اون تحریمی که گذاشتن رو عراق تو دهه 90 کشته شده. وقتی از اولبرایت وزیر امور خارجه وقت پرسیدن آیا این واقعا میارزید، گفتش که خیلی سخته ولی آره میارزید که 1,000,000 بچه کشته بشن به خاطر تحریم. حالا بچه هایی که زیر بمب و با اسلحه کشته شدن، افغانستان، لیبی، سوریه، تمام دنیا. این حق حیات مسخره است. پاپ واتیکان جنایاتی که در حق دنیا کرده، به خصوص بچه ها، تمام کثافت واتیکان در اومده، از تجاوز جنسی به بچه ها توی کلیسه ها. تو ایرلند نه تنها تجاوز جنسی، بلکه زنای جوونی که خارج از ازدواج حامله می شدن، اینها رو می گرفتن، تو چیزایی که بهش می گفتن رخشوی خونه به کار می کشیدن، بچه هاشون به زور از اینا می گرفتن، می فروختن به خانواده های پولدار و این مادران هیچ وقت دیگه بچه هاشون رو ندیدن. اینا همه روش شده. اینها از حق حیات از علیه جنایت حرف میزنن، بایدشون گفت خفشید. اینا همش پوچه. اینا غیر از یه سری مذهبی کل خشک، کسی دیگه این حرف رو باور نمیکنه. در نتیجه تمام این بحث رو باید ریخت توی سطح آشغال در علیه سفید. در ارتباط با برخورد فمینیستا به مسئله سخت جنین، نظرتون چه برخوردی که مطرح میکنن بدن منه و خودم باید تصمیم بگیرم در ارتباط با اون؟ من با این بحث کاملا مخالفم. همون مقاله که بهش اشاره کردم تلاش کرده این بحثا رو باز کنه. و ببینید، به نظر من سخت جنین باید آزاد باشه. برنامه یک دنیای بهتر، برنامه کمونیست به کارگری که منصور حکمت این برنامه رو نوشته و وقت خودش در قید حیات بود توی کنگره اول این حزب به تصویب رسید، ما خیلی روشن از آزادی سخت جنین حرف زدیم و دفاع کردیم و گفتیم که سخت جنین تا 12 هفتگی. چرا اینو گفتیم؟ برای اینکه در همون مقطع تحقیق کردیم تو اسکاندیناوی که یکی از پیشرفته ترین منطقه در اقل در اون مقطع در دنیا بود نسبت به حقوق زن و غیره، اونها هم 12 هفتگی رو گذاشته بودن و این کاملا امکان پذیره که اگر شما تست بارداری در اختیار جامعه گذاشته باشید و پزشکی در اختیار مردم وجود داشته باشه به طور رایگان، بتونید تا قبل از 12 هفتگی این عمل رو انجام بدید، وقتی که جنین هنوز خیلی کوچک است. و بعد خواهان این شده بودیم که نه تنها قانونی باشه، باید مجانی با بهداشت بالا توسط دکتر انجام بشه و ضمناً فقط زن میتونه در این مورد تصمیم بگیره. این موضع قانونی ما هست در مورد سخت جنین. ولی موضع فلسفی چیه در مورد سخت جنین؟ من شخصاً موافق سخت جنین از نظر فلسفی نیستم. ترجیح هم اینه که بتونیم توی جامعه‌ای زندگی بکنیم که زن مجبور نباشه جنینش رو سخت بکنه. اگر شما نگاه کنید به آمارها، بخش بسیار بالای دلیل سخت جنین، من الان نمیتونم درصد بدم ولی اونطوری که به نظر میرسه شاید 80-90% به خاطر فقر، پول ندارن که بچه رو نگه دارن، یا خانواده هست منتها 2-3 بچه دارن دیگه نمیتونن بچه دیگه ای رو تامین بکنن، و یا اینکه این یک زن تنهاست و امکانش رو نداره که بچهش رو تامین بکنه. یکی دیگه مسئله مذهب و اخلاقیات ضد زن و عقب مونده. تو کشورهایی که حاملگی خارج از ازدواج تابو محسوب میشه، زن رو به خاطرش اذیت میکنن، آزار میدن، بچه‌ای که از اون رابطه به دنیا بیاد مورد اذیت و آزار و جامعه قرار میگیره. تو ایران به طور مثال اگر زنی خارج از ازدواج حامله بشه سنگسارش میکنن، یا پدر خانوادهش ممکنه اونو اگر عقب مونده باشن که الان هنوز زیاد هست قتل ناموسی انجام میگیره. فقط ایران نیست، جاهای دیگه هم هست جوامعی که مذهب و اخلاقیات عقب مونده توش حاکمه. اینها دلایل اصلی سخت جنین.
اگر این دلایل نباشه فکر میکنم تعداد زنایی که بخوان سخت جنین بکنن به شدت میاد پایین، که جنینی شکل گرفته و اینا فقط با حوصله ندارن بخوام جنینشون سخت بکنن. به این معنا ما برای جامعه‌ای باید مبارزه بکنیم و اینو تو برنامه یک دنیای بهتر هم بهش اشاره کردیم که هیچ زنی مجبور نشه که جنینش رو به خاطر مسائل مالی، مسائل اخلاقی، مذهبی، فرهنگی جنینش رو سخت بکنه. این یه فاکتور دیگه است. یه فاکتور مسئله وجود وسایل جلوگیری از بارداریه. اگر شما وسیعا این وسایل رو تو جامعه به طور مجانی در اختیار زن و مرد جوون به خصوص که رابطه میگیرن تو سنین پایین جوونی و هنوز خانواده تشکیل ندادن، دارن درس میخونن، بچه نمیخوان، حامله میشه زن و این میتونه فکر کنن آیندهشون رو خراب میکنه، اگر وسایل جلوگیری از بارداری باشه و ضمناً آموزش جنسی از سنین پایین تو مدارس که تمام بچه ها، نوجوون ها کاملا در جریان قرار بگیرن رابطه جنسی چیه، برای جلوگیری از بارداری چه باید کرد، برای جلوگیری از بیماری های مقاربتی چی کار باید کرد و امکانات در اختیارشون. شما توی یه همچین جامعه من فکر میکنم سخت جنین رو اونقدر کاهش میدید شاید اصلا دیگه لزومی براش وجود نداشته باشه که قانونش قانونی باشه، ولی ما خواهان قانونی بودنش هستیم، دقیقا به خاطر اینکه عملا با غیر قانونی کردن شما جان زن رو، زنی که حامل شده میخواد سخت کنه رو به خطر میندازید و همین الان ارقامی که هست، آمارایی که هست این رو به ما نشون میده. این که فمینیستا میگن جنین بخشی از بدن من، این بس پوچه. یعنی چی بخشی از بدن من؟ یعنی دستمه، یعنی پامه، یعنی سرمه. جنین از یه رابطه جنسی از اسم و اسپرم و تخمک شکل میگیره، 9 ماه از رحم زن استفاده میکنه از بدن زن، بعدش اگه کسی جلوش نگیره میاد بیرون. یعنی یک موجود کاملا جداست که به مدت 9 ماه از بدن زن استفاده میکنه. بدنم خودم میدونم یه بحث پوچیه که قرار دهن این دست راستی ها رو ببنده. ضمناً حتی اگه فرض کنیم بدنشه، شما انگشتتو میبری، دستتو میبری، پاتو قطع میکنی، شما اگر خودتون رو با مثلا با چاقو یه جا پوست دستتون رو ببرین، به عنوان بیمار روانی میبرنتون بیمارستان، سعی میکنن معالجتون بکنن، چون خودآزاری یه بیماری روانی محسوب میشه. شما اگه بخوای خودکشی بکنی جلوشو میگیرن، میبرنت بیمارستان، یه مدتی هم تو بخش بیمارستان روانی نگرت میدارن تا بتونن معالجت کنن، شما این کارو نکنی. اون وقت اینا همه اوکیه تو جامعه، انتظار داریم جامعه خودشو مسئول بدونه که کسی خودشو آزار نده، دستشو قطع نکنه، ولی جنین مال خودم این اخلاقیات دوگانه، این معیارهای دوگانه، اینا فقط به خاطر اینه که بتونن دهن یه دی رو ببندن. ضمن فمینیستا میخوان این رو راحت ترین منطق به نظرشون اومده برای اینکه بتونن از سخت جنین دفاع کنن. شما مجبور نیستی این اراجیف رو بگی، این بحثای غلط بی پایه رو بگی برای اینکه از سخت جنین قانونی دفاع کنی. و بعضا یک برخورد دیگه فمینیست هم که به نظر من ایراد داره، سخت جنین رو به یک امتیاز دارن بدل میکنن، قانونی بودنش رو. این امتیاز نیست. هیچ زنی دلش نمیخواد جنینش رو سخت کنه اگر مجبور نباشه. شما باید در نظر بگیرید زنای بسیاری به خاطر سخت جنین، چه قانونی چه غیر قانونیش که صحبت کردیم، حتی قانونیش، مدتها دچار بیماری روانی میشن، دچار دیپرشن میشن. اینطوری نیست که زن مثلا دوست دارن حامله بشن بعدم برن سخت کنن، امتیاز دیگه. به نظر من فمینیسم با این نوع برخورد به زنها کمک نمیکنه، به موقعیت زن تو جامعه کمک نمیکنه، به آزادی زن کمک نمیکنه، حقوق زن رو ازش دفاع نمیکنه، بلکه شرایطی رو تو جامعه ایجاد میکنه که حتی دفاع از حقوق زن و آزادی زن رو سخت‌تر میکنه. و هستن زنایی که اتفاقا به خاطر این بحثا کنار میکشن از جنبش فمینیستی و ممکنه بیشتر به دامن جریانات مذهبی و دستراستی بیفتن. آذر عزیز، اگه اجازه بدین در ارتباط با ایران صحبت بکنیم. مطابق آماری که خود دولت هم اعلام کرده، روزانه بین 2000 تا 2500 کودک رو در زباله پیدا کردن و البته مطابق همون آمار در عرض 10 روزی که از یک نوزادی که در سطح زباله ها پیداش کرده بودن
باز هم مقامات جمهوری اسلامی صحبت کردن که در عرض ده روز گذشته 5000 نوزاد در سطل زباله ها پیدا شده بوده. میخواستم راجع به این مسئله صحبت بکنیم، نظرتون راجع به این جواب بشین که چی میشه که یک مادر و یا یک پدر مجبور میشن که نوزادشون رو در سطل زباله بندازن. این یه فاجعه است، این یه تراژدی بزرگه. جامعه‌ای که در این شرایط قرار گرفته یه جامعه فاجعه زده، یه جامعه بیماره. نه حالا بخوایم اون مادری رو که این کارو میکنه بخوایم محکوم کنیم یا قضاوت کنیم، بس اصلا این نیست. جامعه‌ای که یه همچین شرایطی رو ایجاد میکنه، برای من حتی تصورش امکان پذیر نیست که چگونه یک انسان به جایی میرسه زیر فشار در جایی قرار میگیره که بچهش رو اولا حتما توی یه شرایط خیلی سختی بدون هیچ کمکی به دنیا اومده، این بچه رو ور میداره میندازه تو سطل آشغال. ببینید زندگیش به کجا کشیده، ببینید چه فشاری روش قرار داره، چه فشار عصبی و چه فشار دیوانه کننده روش. این زن زندگیش هیچ وقت یه زندگی عادی نخواهد بود، قبلش هم نبوده ولی بعدش حتی سخت‌تر خواهد بود. این جامعه بیمار، این جامعه سرکوب شده، این جامعه‌ای که به عقب موندگی محکومش کردن، این جامعه دزد جنایتکاری که ما باهاش روبرو هستیم. روزی 5000 جدا از این مسئله، جدا از این مسئله، آیا شما ربطش رو به ممنوع بودن سخت جنین هم تو جامعه میبینین یا اینکه صرفا رو مسئله روشنه؟ اگر سخت جنین آزاد بود، نه فقط آزاد بود، آزاد بود و امکان پذیر بود از نظر، یعنی با شرایط مجانی و بهداشتی، برای اینکه ممکنه تو آزاد باشه ولی شما مجبورشی پول بدی اون زنی که بچهشو میندازه تو زباله نداشته باشه پولشو که این کارو بکنه، یا نداشته باشه به موقع بفهمه که حامل شده، گذشته مجبور نگه داره. قطعا اینطوره. و وقتی اینا همه به هم ربط داره، شما یه جامعه دارید که یه مش دزد جنایتکار سرش حاکمن با یه فرهنگ عقب مونده با این مذهب اسلام، و زنا رو تو این شرایط قرار، انسانها رو به اینجا میرسونن. قطعا اگر سخت جنین آزاد بود و در این حال در دسترس همگان قرار داشت به طور مجانی، ما با این فاجعه روبرو نمیشدیم. و قبل از اون اگر شما وسایل جلوگیری از بارداری رو به طور وسیع در اختیار جامعه قرار داده بودید، باز به طور مجانی، حتی باز به اینجا نمی رسیدید، برای اینکه بسیاری از این حاملگی های ناخواسته اصلا به شکل نمی گرفت. قبلش می تونستن از حاملگیشون جلوگیری بکنن. یعنی یه سلسله فاجعه است که ما به اینجا می رسیم. و من دارم به این فکر میکنم اون نوزادایی که به اون شکل افتادن یه طرف، و اون مادری که مجبور میشه این کار رو بکنه یه طرف، اون زن زندگیش هیچ وقت دیگه به یه زندگی عادی تبدیل نخواهد شد. شما اگه این کار رو بکنید، اون ترامایی که تو زندگیتون شکل میگیره تا ابد باهاتون خواهد اومد و اون زندگی نخواهد بود. و خب این حتی این یه دلیل دیگه است برای اینکه با جمهوری اسلامی رو به زیر کشید. تو جمهوری اسلامی که شما نمیتونید برای آزادی سخت جنین مبارزه کنید، باید این کثافت‌ها رو بکشید پایین و بتونید یک جامعه ایجاد کنید که توش آزادی، برابری، رفاه وجود داشته باشه، از حقوق زن دفاع میکنه. و تو این جامعه هست که اون وقت شما میتونید جلوی چنین فجایعی رو بگیرید. اگه اجازه بدین ما از این بحث عبور کنیم و در ارتباط با پیام رضا پهلوی صحبت بکنیم. در ارتباط با پیام رضا پهلوی، شما در یه نوشته مطرح کرده بودین که پیام رضا پهلوی خیلی روشنه، این یه پیام روشنیه برای رژیم چینج در ایران. چرا فکر میکنین که میتونه الان رژیم چینج به عنوان یه سیاست از طرف دول غربی مطرح باشه؟ این البته بحثش میتونه مفصل بشه، چون من یه مقاله دیگه هم نوشتم از عنوان که آیا رژیم چینج سیاست آمریکا هست یا نه، باید تو کل مکرو سیاست های آمریکا رو نگاه کرد. ولی ببینید، جمهوری اسلامی رو تا الان این رژیم های غربی باهاش ساختن، بعضا ازش حمایت کردن. شما میتونید فرضاً یه نمونه خیلی روشنش بی بی سیه که همه بهش میگن آیت الله بی بی سی. بی بی سی فارسی رو نگاه کنید، قشنگ خط جمهوری اسلامی رو داره میبره جلو، یا مثلا خط به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی رو میبره جلو.
و این همشون سیاست آمریکا شاید یه ذره فرق بکنه، ولی همشون از جمهوری اسلامی دفاع کردن و در این حال اپوزیسیون دست راستی ناسیونالیسم پرو غرب رو که طرفداران رژیم سابق هستن رو تو ترشی انداختن، نگه داشتن در شرایطی که لازم شد جمهوری اسلامی دیگه نتونه سر کار بمونه یا تو جامعه ما رفتیم مردم به طور جدی اومدن پای سرنگونی جمهوری اسلامی، اینا بتونن جمهوری اسلامی رو با یه رژیم دست راستی دیگه که همون رژیم سابق باشه جایگزین کنن. این سیاستی هست که اونجا وجود داره، منتها الان به نظر من فعال داره میشه. یه دلیل اصلیش روشنه، جنبش اعتراضی سرنگونی طلبانه ای هست که تو جامعه ایران وجود داره. ما مدام با اعتراضات مردم روبرو هستیم، طبقه کارگر، بازنشسته ها، معلم ها و جنبش های دیگه اعتراضی مدام در حال اعتراض هستن علیه جمهوری اسلامی. در این حال میبینیم که فرهنگ اسلامی و این ایدئولوژی اسلامی رو هم به سخره کشیدن و دیگه کسی براش تره خورد نمی کنه و این اون چیزی بوده که خب قرار بوده سلاح جمهوری اسلامی باشه برای تو قدرت میدن، مثلا آپارتاید جنسی یه نمونه اصلیش، ما همیشه گفتیم این یکی از ستون ایدئولوژی که جمهوری اسلامیه، مردم الان رسما زیر پاش گذاشتن. در نتیجه این فاکتور اصلیه که مردم اومدن و مردم خیلی روشن شعارهای سرنگونی طلبانه میدن. ما دیدیم تو آبادان مردم مرگ بر خامنه ای گفتن برای اولین بار، و در کنار این جمهوری اسلامی قدرت سرکوبش به نظر من کمتر شده، میگیره میندازه ولی نمیتونه دیگه به اون شکل سرکوب کنه، نشون میده که روزاش دیگه داره به شمارش در اومده، امکان سر کار موندنش طولانی نخواهد بود. در نتیجه برای آمریکا و غرب مسئله رژیم چینج جایگاه مهمی پیدا میکنه. ولی علاوه بر اون بحثی که من داشتم این هست که سیاست ژئوپلیتیک آمریکا و غرب تغییر کرده. جنگ اوکراین و یکی از نمونه‌های بارز اون هست. جنگ اوکراین شکل گرفت به خاطر اینکه ناتو و آمریکا عملاً تحریک کردن این حمله، روسیه حمله کرد. ولی با تحریک خیلی روشن ناتو و غرب این اتفاق افتاد و هنوز هم اینها دارن بر تبل جنگ افروزی میزنن و اون سیاست روسو ضد روسی رو که راه انداختن توی دنیا، که حتی داستایوفسکی و چایکوفسکی هم شما دیگه نمیتونید تو دانشگاه درس بدید یا کنسرتشون رو انجام بدید، یک چنین شیوهی دارن حرکت میکنن. و بعد یه جنگ سردی که با چین رو انداختن، به نظر من تمام اینا گواه این هست که سیاست ژئوپلیتیک و سیاست اینکه آمریکا تک قطبی باشه به عنوان رئیس دنیا داره تغییر میکنه، بحث نظم نوین جهانی داره مطرح میشه و فکر میکنم تو این طرح جدید مکرو مسئله تغییر رژیم تو ایران هم به عنوان یه فاکتور اومده روی میز. نمیگم قطعا انجام میشه، ولی تحرکاتی که داشتن فقط در مورد پیام رضا پهلوی نیست که این بار برای اولین بار تمام رسانه های فارسی زبونی که از دولت های مختلف خط میگیرن و پول میگیرن و غیره رفتن پشتش رو تو بوغش کردن و الان مدام دارن هنوز راجبش حرف میزنن، بلکه شیوه هایی که با مسیح علی نژاد برخورد کردن، فرضاً کنفرانسی که تو واشنگتن از طرف کمیته یهودیان آمریکا برگزار شده بود که سازمان اسرائیلی آمریکایی به شدت دست راستیه، از 3 نفر دعوت کرده بود، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، وزیر امور خارجه آمریکا و مسیح علی نژاد. مسیح علی نژاد کیه که باید تو این سطح بیاد و سخنرانی بکنه؟ بهش مدال شجاعت اخلاقی هم دادن و خیلی روشن مسیح اومد اونجا و از آمریکا خواست که تو ایران دخالت کنه برای خاورمیانه دموکراتیک. اینا همه علائمی هست که ما خیلی روشن باید ببینیم که چگونه آمریکا داره فضا رو و صحنه رو آماده میکنه برای اینکه حالا این رژیم چنج کی انجام میگیره یا یه بحث دیگه است، منتها کاملا اومده روی بالای دستور جلسش، چیزی که 6 ماه پیش نبود. آذر در ارتباط با رژیم چینج برخی میتونن این رو مطرح بکنن که موقعیت امریکا کاملا الان متفاوته، ما مسئله اوکراین روبرو هستیم، امریکایی که نیروهای خودش رو از افغانستان کشید بیرون، و این رو هم میتونن مطرح بکنن که دوران رژیم چینج
دیگه به سر اومده و مثل گذشته نیست. شما پاسختون با این منعقدین نظرتون چی میتونه باشه؟ در مورد بخش دوم که میگین الان دیگه دوران رژیم چنج نیست، شما آمریکا رو از نیمه قرن بیستم اگر بهش نگاه بکنید، رژیم چنج جزء سیاست‌های دائمیش بوده. تو قرن بیست یا کودتا میکرد یا حمله نظامی میکرد، مثل ویتنام که حمله نظامی کرد یا کره که حمله نظامی کرد، و کودتا که دیگه پر بود، تقریبا تمام آمریکای لاتین تمام کشوراش کودتاهای نظامی شده بود. آرژانتین، برزیل و شیلی سه تا کشور مهمش بود. توی ایران کودتا کرده بود، تو فیلیپین کودتا کرده بود، تو اندونزی فقط 1,000,000 نفر تو دهه 60 کشته شدن به خاطر کودتایی که آمریکا کرد. و بعد میان تا قرن 21 که اسم رژیم چنج رو اولین بار بوش مطرح میکنه. تا پیش از این کودتا میکردن، به رو خودشون هم نمی آوردن که اونا کودتا کردن. همه میدونستن کودتا کار سازمان سیاست، ولی کسی به رو خودش نمی آورد. اسنادش ممکن بود 40 سال بعد چاپ بشه. ولی بعد بحث رژیم چنج شد که ما با افغانستان روبرو بودیم، عراق بودش، و بعد توی سوریه و لیبی چون نتونستن عملا یه رژیم دیگر رو سر کار بیارن، ببینید به چه روزی افتاده. لیبی که کاملا ناتو وارد شد، داغون شد، الان بردهداری توش اومده. سوریه رو ببینید چه اتفاقی افتاده. تو مصر دخالت کردن، توی حکومت ببینید چه سرکوب و دیکتاتوری خشنتری اومد سر کار. سومالی، اتیوپی و و و همه اینا رو نگاه کنید. در نتیجه رژیم تا زمانی که ما تو این دنیای سرمایه‌داری قرار گرفتیم به این شکلی که وجود داره، و آمریکا یه قدرت مهمه، حالا زمان جنگ سرد دو تا قطب بود، آمریکا رئیس یه قطبش بود، بعدش شد دنیای مثلا تک قطبی که آمریکا رئیس دنیا بود، الان دوباره داره تغییر میکنه. به هر حال شما با رژیم چنج از طرف آمریکا و غرب، حالا آمریکا به عنوان رئیسش، روبرو خواهید بود. در چه رژیم چنج میره بیرون بسلکی. بعد مسئله سر این که الان آیا آمریکا میتونه یا نمیتونه. الان به نظر من یک دلیلی که اینها به این شکل حتی جنگ اوکراین رو اینطور دامن دارن میزنن، مسئله بحران عمیق اقتصادی که دنیا رو گرفته، عمیق. بسیاری از اقتصاد دنیا بحثشون اینه که 50-60 سال اخیر همچی چیزی بی سابقه بوده. و بعد مسئله رقابت های به اصطلاح اقتصادی و ریاست دنیاست که چین عمدتاً چین از نظر اقتصادی در مقابلشون قرار گرفته. و خب روسیه به عنوان یه قدرتی که اونجا نگهش داشته بودن، همیشه به عنوان که بتونن استفاده بکنن، کاری که الان دارن میکنن با اون به اصطلاح رفرانسی که به شوروی میدن، یعنی هنوز راجب پوتین و روسیه جور حرف میزنن که انگار شورویه، و بسیار از مردم عادی هم حالیشون نیست میپذیرن این روایت رو. ببینید روسیه فرضاً در یه مقطعی از ناتو درخواست کرد که به ناتو بپیونده، اینا رد کردند و خیلی روشن اونجا نگهش داشتن که بتونن به این شکل ازش استفاده بکنن. به نظر من این جنگ شکل گرفته دقیقاً تو یه همچین شرایطی. خود بایدن از دهنش پرید بحث رژیم چنج تو روسیه رو طرح کرد و مسئله یه نظم نوین جهانی توی کنفرانس، فکر میکنم فروم اقتصادی جهانی بود تو داووس، یا کنفرانسی که بعد از اون بلافاصله بعد از اون انجام گرفت، دولت‌های مختلف تو شرکت داشتن، خیلی روشن تو اون اجلاس راجب نظم نوین جهانی حرف میزنن. الان دنیای سرمایه‌داری غرب مسئله نظم نوین جهانی رو گذاشته تو دستورش. وقت باید نگاه کرد که ایران کجای این قضیه قرار میگیره. ایران یک کشور کوچیکی، یک گوشه‌ای نیست که مطرح نباشه. مطرح ایران الان به خصوص با روسیه و چین نزدیک شده به خاطر شرایطی که وجود داره. ایران تو سوریه فعاله، تو افغانستان فعاله، این موقعیت رو هم داره. و ضمناً باید توجه بکنید همین اخیراً هفته پیش بود که آمریکا و اسرائیل یه قرارداد نظامی جدید برای مهار ایران به یه همچین شکلی در اینها راجبش حرف زدن و تنظیم کردن و تصویب کردن. حالا اینکه این برن پاش نرن پاش یه بحث دیگه است، منتها به عنوان یه موضوع مهم تو دستورشون هستن. من فکر میکنم که این خطرش هست، ما باید خطر رو جدی بگیریم، نه که دست پامون رو گم کنیم، ولی خطر رو جدی بگیریم و خودمون رو به عنوان کمونیستا، به عنوان نیروهای آزادی خواه، خودمون رو برای این خطر
آماده بکنیم و در این حال حواسمون باشه که داریم علیه جمهوری اسلامی می جنگیم، در مقابل رژیم چینج هم ایستادیم، چون من مطمئنم یه ده از ضد امپریالیسم گری میرن پشت جمهوری اسلامی، یه ده به خاطر اینکه میخوان جمهوری اسلامی بیفته میرن پشت رژیم چینج و سیاست آمریکا، اتفاقی که همیشه طی تاریخ افتاده. این رو ما باید بهش هوشیار باشیم و خودمون رو براش آماده بکنیم. خب ما حمایت‌های روسیه از جمهوری اسلامی رو داریم، این رو توی برجام و توی موارد مختلف دیدیم و بگذاریم که تو ایران هم برخی شعار میدن بر علیه روسیه. اگه مسئله رژیم چینج به عنوان یه سیاست تو دستور کار اینا قرار بگیره، شما نقش روسیه و تقابل روسیه رو در ارتباط با رژیم چینج و اینکه چه وضعیتی برای جامعه به وجود میاد، این رو به چه شکلی میبینید؟ این الان راستش یک کمی پیچیده است، برای اینکه روسیه خب همین الان وضع با این مسئله جنگ اوکراین توی شرایط خطیری خودش قرار گرفته، هرچند که تعدادی از به اصطلاح کسانی که اوضاع رو میشناسن از نظر نظامی و روسیه مثلا سابقا تو ناتو بودن یا غیر ازالک، اینها بررسی هایی که میکنن میگن که روسیه توی تمام اهداف جنگیش توی اوکراین موفق بوده و داره موفق میره جلو و این جنگ رو خواهد برد و اوکراین با خاک یکسان خواهد شد. این چیزیه که بالاخره بحثایی درنچه به این معنا روسیه در شرایط نظامی سختی قرار نداره. از اون طرف میگفتن از نظر اقتصادی با این تحریما روسیه از پادر خواهد اومد، الان میگن وضعیت اقتصادی روسیه اتفاق خیلی خوبه، روبل بسیار ارزشش رفته بالا و درآمد روسیه از اتفاقا نفت و گازش به میزان زیادی رفته بالا علی رغم تحریمی که برقرار شده. فعلا در نتیجه وضع روسیه خوبه و با چین رابطش خیلی محکمتر شده و در این حال یه سازمانی هست، یه نهادی هست به اسم بریکس که برزیل، روسیه، چین، آفریقای جنوبی و هند توش قرار دارن و همین الان اندونزی و آرژانتین رو هم درخواست کردن به اون بپیوندن. اینها عملا تبدیل دارن میشن به یک آلترناتیوی در مقابل جی هفت و این خودش یه چیز دیگه هست از اینکه داریم ما میریم به سمت یه دنیای متفاوت و یک نظم نوین متفاوتی. بریکس درست دو روز قبل از جی هفت اجلاس خودش رو داشت، در مورد اینکه دلار رو چجوری جانشین بکنن صحبت کردن، به قول خودشون چجوری به اقتصادهای کم توسعه کمک بکنن و جنگ اوکراین اینها رو مورد بحث قرار دادن. چین الان کاملا با روسیه دستش دست همه، ممکنه که اونها اگر مسئله رژیم چینج رو آمریکا بذاره جلو، روسیه و چین در مقابلش مقاومت بکنن. من هنوز مطمئن نیستم دقیقا از تمام مؤلفه هایی که تو این روابط وجود داره مطلع نیستم که ببینم چطوری میشه به این مسئله نگاه کرد، ولی امکانش وجود داره که چین و روسیه هر دو با هم در مقابل سیاست رژیم چینج آمریکا مقاومت کنن. برای مقابله با این خطر احتمالی به نظر شما جنبش کمونیستی و به خصوص طبقه کارگر راجع به این مسئله چه برخوردی باید صورت بگیره؟ به نظر من نقش ما کمونیستا این هست که اول این آگاهی رو به درون جامعه ببریم، خطر رژیم چینج رو بدون اینکه بخوایم سرنگونی رو از دستور جلسه بیرون بذاریم باید این رو مطرح بکنیم، آگاهی رساندن به مردم و سازماندهی. اینا دوتا اصلی هست که ما باید روش تاکید بذاریم و سازماندهی بهترین شیوهی که ما میتونیم این کار انجام بدیم تلاش برای تشکیل شوراها توی تمام جوانب زندگی مردم هست، در میون طبقه کارگر، در میون دانشگاه‌ها، در مدارس، تو محلات ما باید بتونیم این شوراها رو تشکیل بدیم و خب پایه اصلیش مجامع عمومیه، اینکه بتونیم تو مجامع عمومی تصمیمات گرفته بشه، همفکری انجام بشه، همبستگی عمیق بشه و اعتراض رو بتونیم شکل بدیم. همین الان اگر دقت بکنیم مجامع عمومی تو طبقه کارگر ایران وسعت چشمگیری داشته، حتی ما میبینیم واحدهای کوچیک کوچیک جمع شدن توی جایی، تو خونه کسی، توی محله مکانی دارن راجع به این که چه کار بکنن و چه جوری پیش ببرن دارن با هم دیگه به اصطلاح بحث میکنن و میخوان تصمیم جمعی بگیرن.
هفت تپه دیگه سمبل این مسئله است، ولی تو نفت و تو فولاد و مکانهای دیگه هم این مجامع عمومی جلو رفته. ما تو معلم‌ها داریم میبینیم که مجامع عمومی و شورا داره جای خودشو باز میکنه و این از نظر از این نظر به نظر من جامعه ایران جلوست و ما باید این رو روش بکوبیم. تشکیل مجامع عمومی، گسترش اونها و ساختن شوراها بر مبنای این مجامع عمومی و اینکه ما بتونیم یک سازماندهی جدی شکل بدیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه میکنه و در این حال برای اینکه بتونه اراده مردم رو توی جامعه حاکم بکنه و به این معنا بتونه در مقابل رژیم چنج بیسته. آذر ماجدی عزیز، با تشکر بسیار زیاد از شما که به ما وقت دادین تا ما صدای شما رو به گوش بینندگان و شنوندگان برنامه رو در رو برسونیم. بارزی موفقیت. متشکر از دعوتتون. روز شما و تمام بینندگان عزیز خوش. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی براتون روزها و شبهای خوبی رو آرزو دارم. شب و روزتون خوش.